بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. در ادامه تسهیل مقدمات زیارت اربعین حسینی، حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام از افتتاح زمینی به مساحت 6000 متر مربع با نام صحن پیامبر اعظم خبر داد. اداره مرمت و بازسازی حرم مطهر حسینی از آماده سازی و افتتاح صحن جدیدی به مساحت 6000 متر مربع با نام نبی اکرم صلی الله علیه و آله به منظور ایجاد فضاهای جدید برای استراحت زائران اربعین میلیونی حسینی خبر داد. گفتنی است این صحن مجهز به سایبان، آب آشامیدنی و سیستم خنک کننده و تهویه هوا نیز می باشد. مؤسسه فرهنگ نیکوکاری اهل بیت علیهم السلام در بصره در راستای حمایت زائران و راهنمایی ایشان در سفر اربعین حسینی اقدام به برپایی خیمه‌ای برای پاسخگویی به سوالات شرعی زائران اربعین در مسیر مشایع نموده است. گفتنی است این خیمه خدمات مختلفی از جمله بازدید از مواکب و اقامه مجالس عزای حسینی، تهیه کارت شناسایی برای کودکان و توزیع نشریات در مورد زیارت اربعین را نیز ارائه می کند. شایان ذکر است این خیمه همچنین همپای زائران حسینی به مناطق مختلف نقل مکان می کند تا به شهر مقدس کربلا برسد. برخی منابع به رسانه‌ها گفتند که در 3 سال گذشته 87 نفر در اثر شکنجه در زندان‌های استخبارات طالبان جان باختند. منابع گفتند که این افراد به روش‌های مختلف از جمله شوک برقی و غرق کردن در آب کشته شدند. این در حالی است که یوناما در تاریخ 29 شهریور سال گذشته در گزارش از نقض گسترده حقوق بشر در زندان‌های طالبان خبر داد و تاکید کرد که نزدیک به 50% این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز است. اداره توسعه سازمان ملل متحد میگوید سیل‌های ناگهانی از ماه اردیبهشت تا کنون 300 کشته در افغانستان بر جای گذاشته و 9000 خانه را ویران کرده است. این آژانس وابسته به ملل متحد میگوید قصد دارد برای آسیب دیدگان این سیلاب‌ها پناهگاه‌های موقت بسازد. این سازمان امدادی در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت که با سایر نهادهای بشردوستانه تلاش می‌کند نیازهای اولیه انسانی مانند آب، سرپناه موقت، غذا و مراقبت‌های بهداشتی را به جوامع آسیب دیده برساند. یونیسف هشدار داد هر گونه تشدید خشونت در منطقه خاورمیانه پیامدهای انسانی وخیمی در پی خواهد داشت که زندگی کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از تمامی طرف‌ها خواست که هرچه سریع‌تر حداکثر میزان خویشتنداری را در پیش گیرند و از جان غیر نظامیان محافظت کنند. از سوی دیگر، سازمان رسیدگی به امور اسیران و آزادگان فلسطینی اعلام کرد که اسرائیل از 7 اکتبر گذشته تا کنون 690 کودک فلسطینی را بازداشت کرده است. مطالعه اخیر توسط کلایمت سنترال، یک گروه مستقل که در مورد اثرات تغییرات آب و هوا و گرم شدن زمین تحقیق می کند، نشان می دهد که تغییرات آب و هوایی به طور نامتناسبی تمای شب را بالا می برد و میلیاردها نفر را در معرض بیماری ها و اختلالات مربوط به گرما قرار می دهد. بر اساس این پژوهش، دمای شبانه تابستان بین سالهای 1895 تا 2023 به میزان 2.29 درجه سانتیگراد افزایش یافته است که در مقایسه با میانگین افزایش جهانی 1.1 درجه سانتیگراد دو برابر افزایش یافته است. مطالعات نشان می‌دهد که بین سال‌های 2000 تا 2019 تقریباً 489 هزار مرگ و میر ناشی از گرما در هر سال رخ می‌دهد
که 45% از این موارد در آسیا و 36% در اروپا هستند.